سه تا قابلیت جدید و مهم به سافاری توی iOS 5 اضافه شده. اولیش تب هست و اینکه شما از iOS 5 بعد دیگه توی سافاری میتونید از تب استفاده بکنید، تب ها رو جابجا بکنید اگر دوست داشتید و همه صفحاتتون رو کنار هم ببینید. دو عنوان بعدی برای خوندن مطالب توی اینترنت هست. به طور مثال ممکنه شما زیاد از ویکی‌پدیا استفاده بکنید یا سایت های مشابه و بخواید مطالب اونها رو روی آیپدتون یا روی آیفونتون بخونید. بالای بعضی از صفحه ها توی سافاری شما یه عنوانی میبینید به اسم ریدر که اگر شما اون رو بزنید صفحه رو براتون خیلی شست درفته میکنه، ترتمیز میکنه برای اینکه خوندنش راحت تر باشه. دیگه تبلیغات کنار و حالا خیلی از چیزهای دیگه دیده نخواهند شد. و ریدینگ لیست که یه چیزی شبیه بوکمارک هست ولی برای صفحاتی که شما میخواستید بخونید و فرصت نکردید. شما اگه یه صفحه رو دیدید خوشتون اومد، نمیخواستید بوکمارکش بکنید ولی دوست داشتید بعدن بخونید، میتونید به ریدینگ لیستتون اون رو اضافه بکنید. بعدن که بیاید دوباره اون صفحه رو باز بکنید، از لیست آن رید و نخونده های شما به لیست آل اضافه میشه. و اگر هم خواستید اصلا کلن حذفش بکنید، میتونید انگشتتون روش درگ بکنید و دکمه دیلیت رو بزنید که از لیست کلن ریدینگ لیستتون خارج بشه.